سلام به ارگ نوادسی خوش آمدید. همکارم آمد ایدری گفتگوی ویژه را با عبدالرب رسول سیاف نامزد انتخابات ریاست جمهوری انجام داده که به توجه شما میرسد. سپاسگزارم جناب استاد عزیزی که وقت دادین. سلامت باشین، مانده نباشین. بانوان پرسش نخست میخوایم بحث از اینجا آغاز کنیم که چی واداش شما را که آمدین به میدان رقابت به خدا نامزد بکنید به انتخابات ریاست جمهوری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا رسول الله و على آله و صحبه و من به هدیه اهتدا. شما میدانین که افغانستان امروز و فردا با یک سلسله چالش های بسیار بزرگ روبرو است و این چالش ها ایجاب عزم متین، کار بیشتر و تصمیم قاطع تر را میکنه. روی از این مطلب دوستا بسیار الحاح کردن که ما در این دور در نمی مجالی که ایجاب ایثار را میکنه، ایجاب قربانی را میکنه، ایجاب کار بیشتر را میکنه، بسیار الحاح کردن که من هم یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری باشم. گرچه ما در فکر توفوقجویی، کسب موقف و قدرت چیزا نیستیم. مراحل مختلف را در زندگی خود گذشتاندیم، نشیب و فراز زیاد را دیدیم، در نقشای مختلف کار کردیم، در خدمت مردم خود بودیم، اما در این بار دوستایی را مناسب دیدن، لازم دیدن، بسیار مثل که پیشتر گفتم الحاح و اصرار کردن که در این مرحله از این مسئولیت شانه خالی نکنیم، گریز نکنیم. چرا که مثل که پیشتر گفتم افغانستان بعد از سال 2014 با مشکلات زیاد، چالش های زیاد و جنجال های زیاد طوری که پیش بینی میشه روبرو خواد بود. دیگه برای مقابله با این چالش ها و این مشکلات و جنجال ها دوستایی را مناسب دیدن که ما یکی از کسایی باشم که در این میدان درآید. یکی از پرسش های اساسی است که دیدگاه بر این است که در افغانستان همواره رقابت بر سر قدرت بوده نه بر سر خدمت. شما کدام گزینه را انتخاب کردین؟ خب اگر ما رقابت سر قدرت میکردیم پیش از یام بسیار مجالات و میدانهای مسابقه سر قدرت وجود داشت، لکن به هیچ کدامش ما پیش نشدیم و در صددی از یام نبودیم که در مجال رسیدن به قدرت و موقف ما در مسابقه درآییم. اما خوب طرز دیدها فرق میکنه، تصورات هم فرق میکنه، لکن ما فیصله ما به می شده که در این میدان به خاطر مسابقه در خدمت به مردم خود، در خدمت به خلق الله، در خدمت به کشور خود و ملت خود دارم. نامزدان دیگر همچنین است؟ ما در مورد کلشان نظر نیک دارم، نظر مثبت دارم، کمگویی هیچ کدامشان نمی کنم. هر کدامشان که کامیاب شو برشان دعا میکنیم که خدا توفیق خدمت برشان بده، و هر کدامشان که در نتیجه یک انتخابات شفاف و پاک رئیس جمهور شوه با تمام قدرت و نیروی خود همراهشان همکاری هم میکنیم و از نظامی که در رأسشان می پشتیبانی و حمایت هم. اگر چند نفر جناب استاد نام بگیرم، اگر شما نامزد نبیدین در انتخابات ریاست جمهوری طرفدار به کی میبدین یا رای تان به کی میدادین؟ دکتر عبدالله، قیوم کرزی و یا اشرف غنی احمدزی؟ خب ما در این فرصت نمیخوایم که گپ ما کمپین برای یکیشان و خدا نخواسته کمگویی در مورد کدام نفر دیگه شان شود.
ما بقضاوت ملت و فیصله ملت احترام دارم. هر کس را که ملت به حیث زعیم خود پیش کنه با اعتماد بر فیصله ملت ما انشاءالله همکارش می باشیم و از او حمایت میکنیم. خب یک سوال دیگه هم هست که دیدگاه ها در رابطه به تلاف هایی که ساخته شده، مثلا دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی با آقای جنرال دوستم با دیدگاه های مخالف و متضاد آمدن وارد میدان شدن، همچنان آقای دکتر عبدالله با یکی از اعضای حزب اسلامی و آقای محق آمدن وارد میدان شدن با دیدگاه های متضاد و متفاوت، اما شما هم خان است حد دقل این دیدگاهی که با دو معاونین تان میخواستم دیدن در رابطه به این کنار آمدن چهره هایی که یاد کردم داشته باشم. از فکر کنم بهتر بدایش دستوال دو تراجش زکه زخ تنها دی خپل دی کارت پیسه که خبر که ولاشم ز دی خپل کارت را کارت نرازیم او کم کسان چه ما سره دی پورا همجهتی و هماهنگی و او تفاهم بخپل منز که لرو اهداف و مقاصدم هم سره مشترک دی او دی خپل با آینده تعاون او همکاری باندیم به توفیق و دی خدای سره مطمئن. با تجربه که دارین جناب استاد همین اطلاف ها چقدر شکننده خود بود؟ بیا هم زدا غوی تپریدم و دا قضاوت ملت تپریدم زنگ والم فعلا چون غوی کاندیدان دی په میدان د مسابقه کې موږ هغوی یو ځای سره ننوتي و ما ملت سره وعده کړې ده چې د هیڅ کاندید په رابطه منفي خبر نه کوم او د ځان په رابطه هم مبالغه آمیز خبر نه کوم. نو دا قضاوت ملت ته پرېدو او دا به راتلونکې ورځې خلکو ته وروښیي چې کوم اتحاد ټینګ پاتې کېږي او کوم به ډېر دوامداره نه وي. انشاءالله راتلون که و رجی راتلون که میاشته با دا مسائل پخپل را لوچ کی او منگ طرفدار دی ماتی دو دی ایچ اعتلاف نیو او طرفدار دی شکست دی ایچ او معاهده نیو چه دی دوستان پا منچ که موجود دی. خب چرا مجاهدین نتانستن یک کاندید واحد داشته بشن به انتخابات ریاست جمهوری؟ خب قانون برای هر کس حق کاندید شدن را داره. ملت افغانستان کلش یک ملت من حیث المجموع یک ملت مجاهد است و فیصله ملت هم فیصله یک ملت مجاهد خواهد بود. من یقین دارم که ملت ما در فیصله خود اشتباه نمی کنه و بلاخره هر کس را که پیش کنه یعنی برداشت معمیس و تقاضای معمیس که ملت بگردی از او جمع شوه. ای که چرا همه مجاهدین نتانستن یک کاندید واحد را پیش کنن، بازم ما نمیتانیم سر حق ثابت مردم، سر خواسته های مردم، سر رغبت های مردم فشار بریم و اونا را وادار بسازیم به یک چیز تحمیل شده. ما تلاش خود را کردیم، دوستان تلاش خود را کردن. البته مقدر همی بود که شخصیت های مختلف در این میدان پیش شوند و عالم ما در سر را هستیم، هنوز را آغاز نکردیم. در عرض را امیدوار هستم و متفائل هستم که یک تعداد کاندیدها با هم نزدیک شوند، بر ارتباط آینده گرد فکر کنند و مواقف خود را با هم یکی ساخته برند. خب شما یکی از چهرهایی بودین که سالهای متمادی در کنار جمعیت در شمال و همچنان در زمان جهاد خیلی نزدیکی داشتین و یک نامزد شما رفتین و دیگر دکتر عبدالله. من استاد شهید استادی ما بود، شخصیت بزرگوار بود و شخصیت مجاهد بود، دعوتگر بود، از مکرد سنن کلان بود. ما در استادگی خود در پالوی از او احساس کمی هم نکردیم، احساس ذلت هم نکردیم
و با ذوق و رغبت از او حمایت کردیم، از او پشتیبانی کردیم و پشیمان هم نیستم. با دوستای دیگه هم من دوستی دارم، تفاهم دارم، برادری دارم. از همسنگری که با اونها داشتم منکر نیستم و نادم و پشیمانم نیستم و الان برادرای ماستن. اما ای که گفتم قانون به هر کس حق داده که خود را در مجالات مختلف کاندید کنه، در شورا باشه، در ریاست جمهوری باشه، این تصمیم به خودی از اونا راجع میشه. من نظری بد در مورد هیچ کدامشان ندارم و در ریاست شورا هم بیادم است. وقتی که قانونی سب باعث رئیس شورا انتخاب شد، متصل به اعلان نتیجه من به مطبوعات گفتم که انتخاب شفاف بود و انتخاب بجا بود و من از او حمایت میکنم. دیگه من مثل که پیشتر گفتم، همه مسلمان ها برادری ماستن، همه هموطنهای ما پیش ما محترم و قابل قدر هستند. ما تاریخ بسیار ارزنده و پر افتخار سنگرداری در راه آزادی کشور در مقاومت را در ذهن خود داریم. ما پاسی از او را، ارزندگی از او سنگرداری و برادری را تا آخر رعایت خواد کردم و اگر کدام وقت در پالوی کدام برادر استاد شدیم یا حمایت کردیم، به خاطر خدا و به خاطر مصالح ملک بوده. در صدد ازی نبودیم که حتما توقع بالمثل داشته باشه. شما در انتخابات گذشته از رئیس جمهور کرزی حمایت کردین، چقدر مطابق با میل شما و یا خواست شما چیزایی را که شما پیش بینی میکردین حرکت کرد حکومت؟ خب ما که از جناب رئیس جمهور هم حمایت کردیم، سنجش ما، فکر ما و امو تحلیلی که ما از اوضاع کرده بودیم، او را برای ازمی دو دوری که انتخاب شد با در نظر داشته مصالح ملک برای ازی پست مناسب دانسته بودیم و از او حمایت کردیم. ای که مناسب دانسته بودیم معناش این نیست که دیگه دوستا ای اهلویت کفایت نداشتن، بلکه به صورت نسبی را ما برای به مصالح ملک و برای خدمت به ملت مناسب تر دانسته بودیم و تا آخره به اساس اونمو حمایتی که کرده بودیم حمایت خود دوام دادیم. کارهای مثبتی که بوده او را تایید کردیم، پشتیبانی کردیم. در کارهایی که کمبودی ها بوده، نواقص بوده، ما حق شرعی را ادا کردیم. حق شرعی به این مانا که مشوره خود را، نظر خود را، رأی خود را برشان خصوصی تر در مجالس خودتر یا تناتر همیشه گفتیم، همیشه گفتیم. منتها بازم به خاطر رعایت مصالح ملک در میدیا و در مطبوعات انتقاد خود را، مشوره خود را منعکس نساختیم، چرا که او باز پیامدهای خوبی دیگه برای ملک نداشت. حال آقای کرزی از شما حمایت خواد کرد؟ من مثل که پیشتر گفتم، من کدی کسی که استاد شدیم به اساس یک سلسله مبادی و اصول استاد شدیم، با رعایت یک سلسله ارزش ها استاد شدیم. اسلام ما را طور تربیه کرده که ما باید بالاتر از تبادل منافع فکر کنیم و در یک سطح بالاتر از ارزش ها فکر کنیم. اما در نخستین روزهایی که برای انتخابات آمادگی گرفته میشد، گزارش هایی پخش شدند که حکومت از شما حمایت میکنه. این حمایت شان هنوز هم پابرجا است؟ نه، این مردم هر چی که میگن او را میگن. ما تقاضای حمایت هم نکردیم و در آینده هم تقاضای حکومت هم نمیکنم. حکومت برای شایان و مناسب همیست که بی‌طرف باشه، به همه به یک دید سیل کنه. رئیس جمهور و معاونینش، مارشال صفیم خان،
و استاد خلیلی هر سهشان دوستایم هستند، مردم قابل قدر هستند و قدرشان انشاءالله چی در دوران وظیفه چی بعد از ختم وظیفه پیش ما خواهد بود، چرا که روابط ما با مردم به اساس مواقفشان نه، بلکه به اساس شناختی که داریم، به اساس گذشته که با هم داریم به او اتکا دارم. اینا دوستایی هستند که در آینده هم از مشورهایشان، از نظریاتشان، هر نظامی که می ضرورت استفاده را داره. و بازم تکرار میکنیم که ما در آغوش اسلام طوری تربیه شدیم که اگر کدام کاری خیر از طرف ما به کسی صورت بگیره، حتما در صدد از این نمی باشیم، در انتظار از این نمی باشیم که باید از او طرف هم در برابر ما مطر عمل صورت بگیره. ما برفتن به جاده یک طرف ها مخته شدیم، اینا دوستای ما هستند، استاد شدن و نه استاد شدنشان امو قدر و ارزشی که پیش ما داره او را خدشدار نمیست. حال دیدگاه ها بر این است که برنامه انتخابات مهندسی شده است از طرف حکومت و نگران های جدی مطرح میشه. شما به عنوان نامزد از کدام ناحیه نگران هستیم؟ زیاد از خاص نگرانی نلرم. تلاش دیم داده چه بعد انتخابات به شفاف دول ترسرش. او که انتخابات به شفاف دول ترسرشی یقین لرم چه ده ملت انتخاب به کل انتخاب بی. پزر پور انتخاب بی. او حقیقی انتخاب بی. بلکل حقیقی انتخاب بی. ملت به ده مورد که انشاءالله به خطا نجی. لاره ده سواب به تعقیب بی. من خپل تلاش کو او امیدوارم یو چې دا انتخابات شفاف ترسره شي. در 12 و یا 13 سال حکومت رئیس جمهور کرزی کار که باید انجام شد نشده، از دید شما چی است؟ ښه دلته ښه کارونه هم شوي دي، نیک کارونه هم شوي دي، په بازسازی که، اردو سازی که، پولیس سازی که، بعضی نور و مجالاتو که، په معارف کې، صحت کې ښه کارونه هم شوي دي، نیک کارونه هم شوي، ښه قدمونه هم اخیستل شوي. زما برداشت داده چې هره اداره چې راځي په راتلونکي کې کوم کارونه چې د ملت په خیر ترسره شوي د همغې نقطې نه شروع وکړي، مخ په وړاندې لاړ شي. البته د دې تر اړخه داسې کارونه هم شته چې په هغې کې نواقص شته، کمبودیګانې شته، مشکلات شته. مثلا نوی نظام چې راځي، هر څوک چې راځي، هر اداره چې راځي، باید په پوره دقت سره، په پوره احتیاط سره او ټینګ عزم سره دغه په اصلاح کې، دغه په پوره کولو کې او دغه په سمولو کې کار وکړي. در کدام ناحیه مشکلات واقعی وجود داشته؟ په طور د مثال د افغانستان د زیرمونه هغه څه چې مناسبه و استفاده نه ده شوې تر اوسه پورې. افغانستان یو غنی ملک ده، ډېر طبیعي ثروتونه لري که د دو زیرمونه سمه استفاده شوی وای، دا زیرمې خوځول شوی وای، اوس به موږ د پردیو کمک ته محتاج نه وو. اوس به د موږ پولیس، اردو منتظر د دې نه وو چې د نورو لخوا اکمال شي. موږ به په خپلو پښو ولاړ وو او د خپل جب نه به هم په خپل ځان او په خپل ولس مصرف کوو. امیدواره البته اوس به څه مشکلات وه، د ادارې په مخ کې به څه مشکلات و، څه خنډونه به و. امیدوارم چې نوې اداره چې راځي او نوی نظام چې راځي دغه ټکي ته ډېر متوجه شي او په دې مجال کې ډېر کار وکړي چې د افغانستان د احتیاج لاس د خلکو نه رالنډ شي. یکی از موضوعات دیگه است که میگن که حکومت به خاطر با چالش مواجه است که از مخالفینی که در برابرش میجنگ تعریف مشخص وجود نداشته. گاه برادران ناراض خطاب میشن، گاه دشمنان مردم افغانستان، گاه هم آلی دست استخبارات کشورهای بیگانه و کشورهای منطقه و یک روحیه جنگی برای نیروهای امنیتی افغان داده نشده که در برابر کی و با چی هدف باید بجنگه. تعریف مشخص شما از طالب ها چی است؟ طالب به دیکی شک نشته چه مسلمانان دی، به دیکیم شک نشته چه فهم دی اسلام نه دیر ضعیفت، او په دې کې هم شک نشته چې د پردو په دام کې پریوتی دي. نو موږ امیدواره یو چې طالب د خپل فهم له اسلام نه
صحیح کړي دقیق کړي په اسلام باندې په سمه معنا ځان پوه کړي او د دوی استادان دوی ته داسې درس ورکړي چې په اسلام باندې سم پوه شي سره دقیق پوه شي او دا دعا کوو چې خدای دې دوی د پردو د بند نه راخلاص کړي او خدای دې د مستقل فکر خاوندان کې او خدای دې دې مرحلې ته راورسوي چې په صفت د ډېرو زړسواندو مسلمانانو د خپل ولس د خپل ملک د خپل ملت په رابطه مستقلانه فکر وکړي او د دوی د رنځونو او دردونو مصیبتونو او مشکلاتو د درک سره سره خپل هغه سری صحیحه لار انتخاب کړي کومه چې ولس ملک او دا حالت له دغه موجوده وضع نه په خیر او عافیت سره وژغوري. متاسفانه متاسفانه اوس دوی له یوې خوا په کمبود د فهم له اسلام نه له بلې خوا په دې کې چې که دوی په دې پوه وي یا نه وي پوه د پردو په دام کې پرېوتی دي نو ځکه هم د ځان دپاره تباهي راولي هم د خپل ولس دپاره تباهي راولي او هم د خپل ملک دپاره تباهي راولي. خب شما آمدین با جدیت در برابر طالبها و یا انتحاریها سخن گفتین و این موضوع را با جدیت از دید اسلام رد کردین که انتحاری در اسلام جواز نداره، اما برخی اثران و حلقات وابسته به طالبها این دیدگاه شما را رد کردن و گفتن که باید بین انتحاری و فدایی تفکیک وجود داشته باشه. میخواستم دید شما رو داشته باشم، چی تفکیک یا فرق میان انتحاری و فدایی وجود داره؟ خب ایگه وا رد میکنن یا رد نمیکنن گپ جداست. گپی که ما در مورد انتحاری زدیم در روشنایی فهم خود از دین ای گپ زدیم، در فروغ فهم خود از کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم گپ زدیم. ما حالا به بسیار قاطعیت میگم با فهمی که از دین دارم میگم که انتحار نارواست، حرام است و هیچ دلیل ضعیف هم برای جوازی از او وجود ندارم. اما اونا که مسئله فدایی را مطرح میکنن، فدایی تا انتحاری فرق میکنه. فدایی خودش خود را به دست خود نمیکشه، انتحاری خودش خود را به دست خود میکشه. انتحاری قاتل نفس خود و دیگران است، فدایی قاتل نفس خود نیست. معمولا فدایی همون مردمی را گفتن که از حد جرأت هم پیش رفتن، به حد تهور پیش رفتن. تهور هم مرحله پیش رفته از جرأت را میگه. به طور مثال یک نفر اینمیجا میبینه که 20 نفر 30 نفر از دشمن میخوان که یک کار خراب را بکنن، میخوان که یک ضرر کلان را بره مردم برسانند و مانع پیشرفت مسلمان ها در یک بخش خاص یا در یک موضع خاص هستند، یک آدم اگه همی جرأت را میکنه و تنها میره در برابری از یا به یک کار بسیار مهم و خطرناک میپردازه تا دشمن یک ضربه بزنه. یک قسم مثال ها بسیار زیاد آمده در تاریخ اسلام. اونا میرن از سر خود تیر هستن به خاطر از اینکه با مسلمان ها یک کاری بزرگ را کرده باشد بتانن به رنجات کدام گروه یا گروه مسلمان ها در یک مقطع مهم تاریخ کار بکنن. اونا باز به دست خود خود را نمی کشن، اونا به دست دشمن کشته میشن، به دست کسی دیگه کشته میشن. اما فرق باریک و دقیق بین انتحاری و فدایی است که در اوجا انتحاری خود را به دست خود میکشه، اگر دیگران را میکشه خودم میکشه، یعنی قاتل نفس خودم میباشه. اما فدایی قاتل نفس خود نمیباشه، فدایی توسط کسی دیگه کشته میشه. و این اصطلاحات استشهادی را که ناوردن، استشهاد طلب شهادت را میگه و شهادت او را میگه که کسی
بناحق مظلومانه از طرف کسی دیگه کشته شود و به خاطر اعلای کلمت الله از طرف دیگه کس کشته شود، به خاطر دفاع از دین وطن ناموس مال از طرف دیگه کشته شود. اما انتحاری شهید نیست، انتحاری خود را کشته، انتحاری مرتکب جنایت شده، مرتکب گناه شده. اینا باید بفهمند که استشهاد چیز دیگه است، طلب شهادت در راه خدا چیز دیگه است. اگر کسی طلب رغبت شهادت در راه خدا را داشته باشه، در بستره خدا مگه بمره، اجر شهید هم میبره. اسلام چی حکم میکنه در مورد انتحاری ها؟ از حکم اسلام واضح هست، ما بارها گفتیم نارواست، خطاست. به اساس فرموده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، کسایی که انتحار میکنن با چیزی که خود را کشتن، در روز قیامت بعد از فیصله و محاسبه، اینا در جهنم با اونمو آله، با اونمو وسیله که در دنیا خود را کشتن، تا ابدالابد خود را کشته میرن، زنده میشن پس خود را کشته میرن، زنده میشن پس خود را کشته میرن. حتی در مورد تهور که پیشتر گفتم که فدایی یا تهور، خصوصا در مورد تهور علما اختلاف دارن، که بعضی علما حتی تهور را اجازه نداده، شجاعت را اجازه داده، جرأت را اجازه داده، تهور را گفتم. بعضی علما دمیم اختلاف از بعضی ها اجازه نداده. انتحار خو به صورت مطلق بالکل هیچ مجوز در هیچ مذهب از مذاهب اسلامی ندار. خب دلیلی که اینا آماده میشن بر انتحاری، مطالعه‌ای که دارین شما، چی میگن؟ از عدم فهمشان از دین استفاده میشه. متاسفانه کسایی که برای انتحار آماده میسازن فهمشان از دین ضعیف است. و دلیل بزرگترین دلیل به این گپی که من میزنم نیست که امی مولی صاحبا علمای بزرگ یکیش تالا آماده نشدن که خودشان واسکت بپوشن. امو کسایی که جواز دادن انتحار، امو کسایی که تشویق میکنن انتحاری را، تا حال یکیشان هم خودشان آماده نشده که نه خودش واسکت بپوشه و نه بچه خود را واسکت بپوشن و واسکت انتحار را. همین خودش دلیل بریست که این پیش از وام جایز نیست. به نظری از وام همین کار روا نیست. اگر روا می بود یکی از یا همین کار را میکردن. چون جهاد فرض بود، یک چیز بلکل مشروع و جایز و فرض بود در اسلام، دیدیم که بسیار علما آماده شدن، رفتن جهاد کردن، در این را قربانی شدن، شهید شدن، چون میفهمیدن که این فرض است. اما ای کار انتحار را چون میفهمن که نارواست، به میخاطر است که یکیشان هم تا حالا آماده نشدن که خودشان به کار خدا مونن. به خاطر گذاشتن نکته پایان به این مشکل چی باید کرد؟ پیشنهاد شما چی است؟ در ایجه یکی خو فهمی از این حکم باید تعمیم شد و برشکار شد. دوم دولت باید در رابطه به این پدیده از قاطعیت تا هم کار بگیرد. قاطعیت میتونه که از یک طرف تبلیغی از این حکم و از طرف دیگه قاطعیت میتونه که به این پدیده نقطه پایان را بگذاره. در صورت پیروزی شما در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، این جدیتتون در برابر طالب ها و انتحاری ها ادامه پیدا خواهد کرد؟ توکل به خدا. ما گفتیم که امیگه پایی که ما میزنیم از درک دشمنی با طالب نیست، از درک دلسوزی با این هاست و از درک دلسوزی سر ملت است. من که قاطعیت میگم، منظورم ایست که باید در تمام از این موارد حکم اسلام تطبیق شود و امو حکم شریعت باید تطبیق شود. ما در جایی که حکم شریعت و حکم اسلام خصوصا در متر موارد دقیق تطبیق شود، جلوی اکثری از این قسم انحرافات و از این قسم مشکلات و از این قسم مصائب را میگیره. مالی نمیتونم که یک پیشگویی مبالغه آمیز بکنم، اما امیدوار هستم اگر فرصت خدمت برای ما برابر شوه که این پدیده را زود، منظوریم از این پدیده یعنی این مشکل، امی تکلیف، امی جنجال، امی بیامنیتی که است، گلمی از این بیامنیتی در
کوتاه‌ترین فرصت جمع شه. خب شما در یک سخنرانی هایتون گفتین که اگر امین انتحاری ها یا افرادی که بازداشت میشن در چهار دروازه کابل آویزان شون به این مشکل پایان داده میشه، شما این کار را خواهید کرد در صورت پیروزی؟ ما شما اگر او را دقیق متوجه شده باشین و گفتم کسایی که زمینه را برای از این انتحاری ها مساعد میسازه، کسایی که اینا را میارن در اینجا تا باعث مرگ از یا و مرگ ده ها و صد ها تن دیگه شود، اینمی کسایی که سری خون از این نوجوانای کم فهم تجارت میکنه، اگه اینا با اینمتر جزا و با اینمتر محاسبه رو برو شوند بالقطع جلوی از این گپا گرفتن. شما این کار را خواهید کرد در صورت پیروزیتون؟ خب توکل به خدا، هر کسی که میاد، من نمیگم که حتما من میاد، هر اداره که میاد باید در این مورد قاطعیت داشته باشه و برای جلوگیری از تسلسل و دوامی از این مصیبت باید از طرق مشروعی که اسلام و دین او را بیان کرده باید جلوش بگیرد. بر علاوه طالبا از خود مجاهدین هم انتخاب های بسیار جدی وجود دارد. یک تعداد از مجاهدین گفته میشه که و انتخاب بر این است که به میلیونرهای بزرگ تبدیل شدند و یک تعداد هم همچنان فقیر ماندن و فقیرتر شدند. نقش کدام یک از این مجاهدین در حکومت برجسته است؟ خدای دیو کشیده دی ما خبر تو است دیر مبالغ آمیز معلوم نشی چه ما پا جمله دی میلیونرانو که بانش میره کچیر تویل شبی می دی حقیقت نبا دیر لری خبری زین شالا تروس پوری دا ظاهر کش و فش دی دفتر و دوتا ما گوره تروس پوری دا دی فقیر و مجاهدین و پا قطار که او پا دی بانده افتخارم لرم. امیدوارم چه حساب می یا وقت پاکوس. دنیاداری تر فقر و بیچارگی نه ډیر لوی او سخت امتحان ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په یو حدیث کې فرمایلی دی آغا یو برخه امداده چې زوای په تاسو باندې د دنیاداری نه ډیر ویریږم، ځکه په دنیاداری کې سړی غوا کیږي، په فقر کې بیچارګۍ کې یوازې صبر چې ولري او قناعت ولري انشاءالله امتحان نه کامیاب اوزي، اما دنیاداری کې مغریات، مشوقات، مرغبات د انحراف ډیر زیات وي، نو خدای هم د انحراف نه وساتي. د کوم کسان که میلیونران شوي مدي دعا کوو چې پیسې د حلال لارې نه پیدا کړي، یو که نه یې پیدا کړي پس لده پا دی فکر که واسی شده حلال و مشروع و مسادر و لارو پیدا کی او کچا دی ناروا و پیدا کری خیه داده پخوال دی چه حساب دی اصلی حساب دگر تا ورش خپل دی حسابون جان سر خپل تصفیه کی، نو خپل پیسداری په خپل ذات که ناروا کار نده، ناروا غیتی وایی چه دی مشروع لارو پیدا کی او بیا د نامشروع لارې نه پیدا کی او بیا یې په نامشروع لارو مصرف کی، او که څوک د مشروع لارې نه پیدا کی د حلال نه د جایز لارې نه دا کوم عیب نه لري. پیسه داره سړی کولای شي زکات ورکړي، پیسه داره سړی کولای شي مدارس جوړ کړي، مکاتب جوړ کړي، مشفقانې جوړې کړي، د خلق الله په خدمت کې واوسي، بینوایانو بیچاره و خلق و سر کمک و کی داد خیریه مؤسسات و ده رابطه اقدام و کی، یعنی صاحب ده پیسی دیر ده خیر کارونه که ولایشی نکه چنگا میچووی ده پیساداری پا اصل که عیب نده. نو پیساداران پا افغانستان که خدای ده و کی خدای ده و کی چه پا ده فکر که ووسی چه ده حلال و لارونه پیدا کی دی مشروع لارونه پیدا کی، او چه پیدا کرد خدای دیو که چه پا دی فکر که واسی چه پا روا لارو که پا جایز لارو که پا خیریه لارو که دی ملت او دی امت دی خدمت پا لارو که مصرف کی. این کار تا حال چقدر شده؟ خدا قضاوت بپریگ دو محاسبتی دارو تا او دا قضاوت بپریگ دو ملت تا او او کسانو تا بپریگ دو چه پیسدارانو سرای شناخت درلود، پخوانه و سنه
ټول ژوند دی دوی ته معلوم ده او دوی د تیر ژوند او د اوسني ژوند ترمنځ یوه سمه مقایسه او محاسبه کولی شي. خب حال گفته میشه که این تعداد مقامات و یا حلقات دیگه هم در فساد و یا در برجه ساختن فساد دوری نقش اساسی داشتن. اگر شما برگ ریاست جمهوری را پیدا بکنین، مبارزه تان با کدام شبه آغاز خواهد شد؟ با مفسدین و فساد؟ فساد یک پدیده بسیار پلید و مردار است. فساد نظام ها را به طرف نابودی سوق داده و میده. فساد یعنی تا جایی که قرآن او را بیان کرده و تا جایی که احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را بیان کرده یک مرض مهلک و تباکن جوامع و نظام ها است. ما برای مبارزه در برابر فساد مسئولیت های داریم، وجایب داریم که او را از دین خدا مختیم، از اسلام مختیم. الله جل عظمته مفسدین را دوست نداره، فساد را هم دوست نداره. اردوی میگه که مفسدین هم دوست نداره، فساد هم دوست نداره، اردویش به آیت های قرآن ثابت است. دیگه کسی را و چیزی را که خدا دوست نداشته باشه و قابل عزیز که باید یا اصلاح شوه یا از صحنه کار کنار برده شوه. من امی موضوع مبارزه در برابر فساد را به دو بخش میخوام تقسیم کنم. یک بخشش بخش وقایوی است، دیگه بخشش بخش معالجوی است. مثل طبیبا که امی کارهای مجال صحی را به دو بخش تقسیم میکنند، بخش وقایوی و بخش معالجوی. اگر ما اسباب فساد را جستجو کنیم و ببینیم که چی چیز باعث به فساد شده و ای اسباب را جلوش بگیریم و ای اسباب را فلج بسازیم، ای اسباب را مانع شویم که پیش بره، ای در حقیقت ما در بخش وقایوی اقدامات خوب کرده می باشیم. یکی است که فعلا فساد در بعضی مجالات منتشر است، در بعضی ادارات منتشر است، ای را چطور علاج کنیم؟ ای هم محاسبه می خواه، هم تغییر می خواه، هم قاطعیت و جدیت می خواه تا که فساد گلمش جمع شوه و از این مرض سرطان ملت ما و نظام ما و مردم ما نجات پیدا. شما از اصلاح شروع میکنین یا با گذشته هم رسیدگی خواهید کرد؟ خب هر اداره که میه، هر اداره که میه مجبور است که ریشه های فساد را پیدا کنم. اگر ریشه های فساد با گذشته هم دمیده باشه باید پیداش کنه، فعلا که موجود است باید پیداش کنه و با کدام طرف متوجه از فساد که پیش بره کلش باید پیدا کنه. کلش قابل علاج است، ما مکلف هستیم، کل جامعه مکلف است، نظام مکلف است که من حیث طبیب دلسوز هر جایی را که مرض دو پناه برده و هر عضوی که مریض است باید به علاج از او بپردازه. علاج ضرور اتر فکر نشه که علاج حتما معاقبه است، علاج حتما جزا دادن است، بلکه علاج گاهی وقت به بسیار لطف هم میشه، گاهی وقت به اساس دلسوزی هم میشه، مثل که طبیب یک مریض را معالجه میکنه. یعنی این علاج راه های بسیار لطیف و با حکمت هم داره و راه های با قاطعیت و جدیت را هم داره. خب موضوع فساد، مواد مخدر و تروریسم به یک مثلث سیاد افغانستان تبدیل شده. شما بارها شنیدین که هم حکومت افغانستان هم سیاسون بیرین بارن که تروریسم و حلقات که میان ناامنی میکنن در افغانستان از طرف کشورهای همسایه تمویل تجهیز میشن و پناهگاه امن دارن. در صورتی که شما را پیدا بکنین برگ ریاست جمهوری، چگونه سیاست را
در پیش میگیرین در برابر این کشورها بروژه پاکستان؟ کاش که دیده مسلس بزای مربع ویلی وای چه یو کنج فحشا هم ده متاسفانه متاسفانه که مخدر مواد ده عقل ده صحت ده جسم بخلاف جنگ لری او تباه کنه مبارزه لری که فساد نظامون خرابی او دانور چطایت که دیده مسلط آبل اخدیات که آغم دی جامعه دخمن ده لکن یو دخمن دی جامعه یو دخمن دی عزت حیثیت آبرومندی دی جامعه فحشا ده چپ دی ارتباطم یعنی وضع بالکل دی حدود و نواتله ده که هر اداره راضی باید دیده مربع بخلاف سم پروگرام ولری جدی پروگرام ولری تر چو وشی که ولی دی پاک خدای پا توفیق او دی ملت پا ملاتر او دی خ پروگرام پا درلودو سره دی دو طول و شعانو پا خلاف مثبت او مسمر مبارزه و که چو که خدای گوختی وی جامعه را دو طول امراضو نپاکش و در مورد ریشه های تروریسم؟ تروریسم مخکې مواد نک کنه دی د دې مربع یو یوه زاویه یا یو کنج تروریسم تشکیلوي زه یقین لرم چې یو واضح صاف او څرګند پروګرام د قاطعیت سره کولای شي چې د تروریسم لکۍ هم ورلنډه کړي انشاءالله. خب اصلاحات از کدام نکته آغاز میکنین اگر پیروز شوین؟ اطور نیست که اصلاحات کلیش ده یک روز آمده بود. ما پیشترم گفتم که تا جایی که به خیر مردم و ملت کارها رسیده هر اداره که می باید از موجا شروع کنه و پیش بره و جایی که کمبودی هاست، نقص هاست، ناتوانی هاست او را بعد از ارزیابی دقیق با حکمت و تدبیر اصلاح کنه و با جور شدنش بپردازه. بعضی چیزا ممکن به نرمش اصلاح شوه، بعضی چیزا ممکن به جدیت ضرورت داشته باشه، بعضی چیزا ممکن به اقدامات قاطعتر و سریعتر ضرورت داشته باشه که باید روی یک جدول و روی یک پروگرام دقیق ترتیب شوه، دقیق سنجیده شوه و بعد از او در مورد اصلاح یا محو یا درست ساختنش اقدام شود. اگر شما برنده انتخابات شوین چند درصد از کابینه فعلی با شما همکار خواهد بود و فرصت کار را برش خواهد دادین با توجه به وضعیت فعلی؟ اما غصات اما غمسلات ای امو گپ مشهور است. در کابینه فعلی هم مردم باشته داد کسایی که توان کار دارن، جدیت دارن، وجود داره. در باقی مردم هم در افغانستان مردم کار زیاد وجود داره، مردم اهل زیاد وجود داره. این آدم گفته نمیتونه که کی خواد بود، کی نخواد بود. ایرم به اساس یک مشوره و به اساس یک تدبیر هر کسی که کامیاب میشه، یک تیمی را برای خود انتخاب خواد کرد که گمان میکنه که با او تیم درست کار کرده میتونه و برای خدمت به ملت مفید ثابت. آنچه که دولت فعلی متهم میشه موضوع مصلحت است، شما چقدر و مصلحت تن خواهید داد؟ خب هیچ نظام نمیتونه که از مصلحت بگریزه، منتها امی درجه امی استفاده از مصلحت از یک اداره تا دیگه دیگه فرق میکنه. یکان وقت وضع ایجابی از ایره میکنه که آدم از مصالح کار میگیره، اما کل کار را به مصلحت سپردن ما فکر میکنم که ای خودش مصلحت نیست. ای به مشکلات هر اداره ارتباط داره، به چالش های هر اداره ارتباط داره و به ضرورت های هر اداره ارتباط داره. گاهی وقت مصلحت می باشه، گاهی وقت مصلحت نمی باشه. پیشبرد یا حرکت و یادامه حرکت
کاروان صلح چقدر موافق خواهید بود؟ در مصالحه اصلا طرفین باید شناسایی شود و موضوع و مورد و چیزی متنازع فیه هم باید شناخته شود. ما تا حال نفهمیدیم که ما و طالبا سر چی جنگ داریم و موضوع متنازع فیه های بین ما و اینا چیست. ما تا حال نفهمیدیم، با وجودی که در داخل ملک بودیم، در میجریان بودیم، تا حالا نفهمیدیم. امیال امره های طالب ما بشینیم پرسانش کنم صدید که چی گپ کتی ما جنگ داری؟ ما یقین دارم که او برای ما امی موضوع را که مورد اختلاف است نمیتونه تعریف کنه. اگر بگوی سر وجود خارجی، خوی جنگ پیش از وجود خارجی شروع شده بود. اگر بازم ملحاق کنه که سر خارجی، خو میگم برو کتی کسای جنگو که خارجی را آورده ایجا. اگر امی بالفرض یک کاری خطا باشه، برو کتی کسای مخالفت که آوردهشان افغانا خونا آورده، فیصله ملل متحد آوردهشان. اگر بگوی که سر اسلام جنگ است، کدامش از این مجاهدین کرده که ملک آزاد کردن، اتحاد شوروی را شکست دادن، نیم دنیا را آزاد کردن، کل دنیا را از جنجال دسایش کاجبی آزاد کردن، کدامش از اونا که در مسلمان خوب تر است؟ کدامش از اونا که در مسلمان با احساس تر است؟ اگر بگویم جنگ سر قدرت است، چه وقت اینا گپی از این را زدن که ما چی میخواهیم، چرا شریک نیستیم در نظام، ما میخواهیم در داخل نظام باشیم؟ میگه بخوی اینا مطرح نکردن. اصلا کسایی که در پشت پرده گپ های دارن و با ما اختلافات دارن، در قضاهای با ما مشکل دارن، هر وقتی که اونا خود را لچ ساختن، پرده را از روی خود دور کردن، در میدان آمدن، گفتن ماستیم حریفتان، در وقت است که باز ما میتونیم امرایشان گپ بزنیم که تو چی میخوایی، ادعایت بر حق هست یا نیست، محض گسترش سیطرت و قدرتت میخوایی، کدام گپ دیگه داری. اما فعلا چیزی که ما فهمیدیم و میتونم گفته ایست که از بیچارگی ما مردم سوء استفاده میکنه، از ناتوانی ما سوء استفاده میکنه. اگر ما قوی باشیم، هر کس حد خود را میشناسه، ما باید تلاش کنیم که خود را قوی بسازیم، تلاش کنیم که به میواز خود را مضبوط بسازیم، ملت خود را با هم نزدیک بسازیم، در نتیجه وحدت ملی و همبستگی انشاءالله. هر مخالف باز حد خود را میشناسه و ممکن به می شکل بسیار بشرمانش که فعلا در امور داخلی ما مداخله میکنن، دو وقتی کارا نخواد کرد. اگر واضح تر صحبت بکنین، این حریف ناشناخته کیست؟ خب این در وقتش باز میگیم که حریف ناشناخته کیست و مردم ما میشناسن، لیکن فرصت ازی خواد رسید که ما خواد گفتیم که حریف ناشناخته ما کیست. خب بانور پرسش، اگر پرسان بکنم که رقیبتان در انتخابات پیشرو کی است؟ ما در این مورد چیزی نمیگم، به این خاطر چیزی نمیگم که این وطن ماست، یعنی مردم خود را کاندید کردن، هر کس پروگرام های خود را پیش میکنه و ملت فیصله خود را میکنه. ما به خاطر حریف بازی در این میدان ندرآمدیم، ما با متاع خود پیش ملت خود استاد شده. اما مجبور هستین که رقابت بکنین. ملت که متای ما را خوش کرد، سر ما صدا خواد کرد، و اگر متای کسی دیگر خوش کرد، سر از او صدا خواد کرد. و منظوریم از متا پروگرام است که هر کاندید برای خدمت به مردم خود و کشور خود پیش بده. بسیار زیاد تشکر از یک وقت دادین برام. سپاسگزار هستم و بیننده عزیز، از شما هم سپاسگزارم که بیننده بحث ما بودین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.